اگر پدر خود پدری خودش رو اعتراف نکند، در اینجا مادر علاقه به سود مراجعه میکند، اویدی اعتراف پدری یعنی مقرر نمودن پدری همون شهروند نسبت فرزندش. وقتی که او به بلاغت رسیده است، نسبت او نیز مقرر نمودن پدری گذرانده می شود و در این هنگام باید که حتما نمی عریضه خودی روزگی انمی شخصی که به بلاغت رسیده است، روزگی او باید گرفته شود و ذمه پدر پس از مقرر نمودن پدری تمام انمون عهده‌داری هایی که پدران اینکه مادران در عقد نکاح قرار داشته دارند، همین عهده‌داری ها به ذمه پدر میافته. اگر در محبس پدر قرار داشته باشد و میخواهد که نسبت کودک خودش اگر مقرر نمودن پدری گذراندن خواهد، روزگی او باید از طرفی همین سرداری مؤسسه اصلاحات مهنتی تصدیق کرده شود. سلام عرض میکنیم به همه شما دوستداران پادکستی ما. وقتی آن رسیده است که پادکستی نوبتی که نام گرفته است باید دانست تقدیم شما گردانیم از جانب اکادمی تری میدویدیا. پادکستی مذکور بخشیده شده است با اصلاحات در ساحه بخیدگیری اکتهای حالتی گراجدانی، با عباره دیگر گویم اصلاحات مقامات ثبت اسناد حالتی شهروندی. سری وقت بخید گرفتن سندهای حالتی شهروندی که مشکلات اساسی ندانستن اهالی یا نبودن کادرهای محلی است، چرا سری وقت گرفتن حجت های ضروری مهم است؟ ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد و نگفته نماند که پادکست در دایره لایحه برنامه رشد سازمان ملل متحد اصلاحات نظام ثبت اسناد حالت شهروندی در جمهوری تاجیکستان آماده شده است و امروز ما صحبت داریم با سعدالله‌زاده مسلم اسدالله، مدیر بخش ثبت اسناد شهروندی ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه. سلام علیکم آقای مسلم. و علیکم السلام بهروز جان. خیر مقدم میگم شما رو با پادکستی ما. سلام من باشید. و امروز باشد صحبت ما این موضوع معین داریم که نام گرفته است مقرر نمودن پدری. سوال داشتم کودکانی که در ازدواج به قید گرفته شده تولد نشدند، شهادت نامه تولد ندارند، زیرا قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از والدین طلب میکند که ثبت نکاح داشته باشد یا شهادت نامه تولد رو با مقرر کردن پدری گیرند. چند مرتبه ساکنان از این خدمت استفاده برده می توانند؟ رحمت بیروز جان، من پیش از همه می خواستم به شنوندگان عزیز ما، به همه بینندگان عزیز ما همین چیز رو رسانم که خودی آن همین مقرر نمودن پدری و اینکه دیگر اسنادهای حالت شهروندی از تولد سرکرده، تولد، وفات، نکاح، بیکار کردن، عقد نکاح، مقرر نمودن پدری، فرزندخواندی، عوض نمودن نسب، نام پدر و اینچنین وارد نمودن اصلاح تغییرات علاوه ها به ثبت اسناد حالت شهروندی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره بقیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورده می شود. و آن همین تمام شهروندان از تولد سرکرده تا وفات در یک جایگی با شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی همکاری دارند، زیرا مقصد همین قانون این خود حفظ حقوق مال ملکی و غیر مال ملکی شهروندان است که به منفعت دولت و جمعیت و اینچون خود شهروندان مقرر کرده شده است. یعنی حالت حقوقی شهروند را معین میکند. چیلی که در اینجا سوال شد که هنگامی که من همین عقد نکاح به رسمیت درآورده نشده باشد، در همین حالت تولد کودکان چه خل بقیت دولتی گرفته میشد، آیا قانون اجرا داده است که مقرر نمودن پدری گذرانده شود یا اینکه نه؟ حوزه صحبت ما در همین موضوع است و من میخواهم گفتن که علاقمندی تمام ثبت اسناد حالت شهروندی اگر ما گیریم، من این علاقمندی تولد بو مقرر نمودن پدری، بو فرزندخواندی، بو عوض نمودن نسب، نام پدر یا اینکه بو دیگر اسناد و وابستگی کلان دارد و یکی از آن همین اسنادی که ما نامبر کردیم این اسناد مقرر نمودن پدری است. این چی رو باید شهروند چی رو داند از همین حقوقی خود برخوردار بودن آنها که بهره بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، خودی همین فعالیت مقامات های ثبت اسناد حالت شهروندی برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان که روانه کرده شده است، آنها باید دانند که هنگامی که کودک تولد شد و عقد نکاح آنها به رسمیت درآورده نشده است، همین حالت حقوقی کودک باید که چگونه حالت حقوقی داشته باشد. هنگامی که عقد نکاح به رسمیت درآورده نشده است، می تواند مادر کودک با عریضه خود اویده گرفتن شهادت نامه تولد به شعبه های ثبت اسناد حالت شهروندی یا اینکه بخش های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کند که
در این هنگام به او شهادتنامه تولد با نسب مادر قید کرده می شود و مادر در این هنگام فقط تنها نام پدر کودک را گفته می تواند که مثلا پدر کودک که از سفر هست یا اینکه نیکروس است یا اینکه دیگر که این ثبت کرده می شود و در انامین ثبت اسناد تولد در قید ها انامین قید گذاشته می شود که نام پدر از زبان مادر نوشته شده است و اگر مادر خواهد که انامین مقرر نمودن پدر و مادر اگر خواهند که مقرر نمودن پدری نسبت فرزند آنها گذرانیده شود، قانونگذار این رو در سه حالت نشان داده است. در کدام حالت؟ یکمش این مقرر نمودن پدری در اساسی پیشنهاد عریضه مشترکی والدان، یعنی هم مادر هم پدر، که اونها با عریضه یک جایه هنگامی که پدری خودش رو اعتراف میکند نسبت فرزند خود، اونها با عریضه یک جایه عیدی مقرر نمودن پدری با بخشای ثبت اسناد حال شهروندی، یا اینکه اگر کودک تا سن یک ساله نرسته باشد با جماعت های شهرک و دیهات نیز اونها مراجعه نموده ان همین مقرر نمودن پدری کودک رو میگذرانند. دوم حالتی که من در اینجا گفتم در اساس حالنامه سود، این در کدام حالت گذرانده می شود؟ هنگامی که مثلا پدر پدری خود را اعتراف نمی کند ولیکن مادر می خواهد که در حقیقت از طرف پدر انامین فرزندش اعتراف کرده شود و همچون پدری فرزند نوشته شود و به سود مراجعه می کند مادر، عهده مقرر نمودن پدری از طرف مثلا پدری همون کودک. سوم حالتی که ما گفتیم در اینجا در اساس عریضه تنها پدر، هنگامی که مادر وفات کرده است، اون که از حقوق مادری محروم کرده شود یا اون که به درک غیب زده اعتراف گردیده باشد، در همین حالت ها که علاقه حالنامه سود اویدی مثلا از حقوق مادری محروم کردنی مادری کودک یا اون که به درک غیب زده اعتراف شده باشد از طریق حالنامه سود، در این هنگام پدر میتواند که با عریضه به بخش ثبت اسناد حال شهروندی اویدی انامین اعتراف پدری خود یعنی مقرر نمودن پدری مراجعه نماید. ان همین سه حالتی که ما در اینجا نشون داده من قانونگذار همین سه حالت رو که اعتراف کرده است، حجت نگاری ها کمتر دیگر خلتر گذرانده میشن. من چه خیلی که گفتم که در اینجا عریضه مشترک پدر و مادر پیشنهاد کرده میشد، یعنی با انامین عریضه باید چی پیشنهاد کرده شود از طرف پدر و مادر؟ شناسنامه های شهروندی جمهوری تاجیکستان، معلومات نامه از جای زیست پیشنهاد کرده میشد و اگر پیشتر تولد کودک به قید دولتی گرفته شده باشد شهادت نامه تولد کودک پیشنهاد کرده میشد، ولیکن اگر پیشنهاد کرده نشده باشد ان همون معلومات نامه طبی درباره تولد فرزند باید پیشنهاد کرده شود و یا اینکه اگر کودک از سن یک سال گذشته باشد اینچنین باز یک معلومات نامه ایلاوگی اویدی وضع سلامتی کودک نیز پیشنهاد کرده می شود که ان همین هنگامی که مراجعه می شود و آنها با عریضه با امضاهای خود تصدیق می کنند که در حقیقت پدر و مادر کودک هستند و پدریش را اعتراف کرده است، از طرف بخش ثبت اسناد حال شهروندی یعنی ثبت مقرر نمودن پدری در اساس عریضه یک جایی مشترک والدین گذرانده می شود و با ثبت تولد کودک که علاقه همچون مادری تنها به قید دولتی گرفته شده است، آن همین تمامی و معلومات های لازمه درباره پدرش وارد کرده می شود و به او شهادت نامه تولد نو علاقه با نسب پدر به او شهادت نامه نو داده می شود. آن همین اگر ما ثبت مقرر نمودن پدر رو گیریم همین چه خیلی پر کرده می شود. اگر پر کرده می شود اول با نسبی مادر کودک، بعد تمام معلومات ها که نوشته شد که کودک کی تولد شده است و کدام و در کجا تولد شده است، پس باز یک بند دیگر می آید که نسب نام و نام پدری کودک پس از مقرر نمودن پدری که در همینجا به قید دولتی گرفته شده به ثبت تولد او همین تغییرات های لازمه وارد کرده می شود. دویم حالتی که ما در اینجا نشان دادیم که این مقرر نمودن پدری در اساس حالنامه سود، ما در اینجا گفتیم که اگر پدر خود پدری خودش رو اعتراف نکند، در اینجا مادر علاقه به سود مراجعه میکند اویدی اعتراف پدری یعنی مقرر نمودن پدری همون شهروند نسبت فرزندش. در اینجا علاقه به بخش ثبت اسناد حال شهروندی ان همین حالنامه سودی به قوه قانونی در آمده اویدی مقرر نمودن پدری
инчунин бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи модар ва анамун шаҳодатномаи кӯдаке гирифта шуда буд ҳамчун модари танҳо пешниҳод карда мешавад ва дар асоси ҳалномаи суд аллакай сабти муқаррар намудани падари тартиб дода шуда тамоми анамун маълумотҳои лозима ки дар суд дода шудааст ки бояд падари фарзанд ки эътироф карда шудааст ному насаби кӯдак пас аз муқаррар намудани падари чӣ навишта шавад ҳами анаминҳо маълумотҳо дода мешавад ва ба сабти таваллуди кӯдак пас аз муқаррар намудани падарӣ боз маълумотҳои лозима дар асоси ҳалномаи суд ворид карда мешавад дар асоси сабти муқаррар намудани падарӣ ва ба ӯ шаҳодатномаи нав дода мешавад. Сеюм ҳолате ки мо дар инҷо нишон додем ки муқаррар намудани падарӣ дар асоси аризаи танҳо падар. Мо гуфтем ки агар модари кӯдак вафот карда бошад ё ин ки бедарак ғайб зада эътироф карда шудааст дар асоси ҳалномаи суд ё ин ки амин ва чи мегӯд аз ҳуқуқи модари маҳрум карда шудагӣ бошад, дар ҳамин ҳолатҳо падар бо аризаи худ муроҷиат мекунад бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандааш, бо анамун шаҳодатномаи таваллуди кӯдак агар бошад ё ин ки бо маълумотномаи тибби оиди таваллуди кӯдаке пешниҳод карда мешавад, дар инҷо сабти муқаррар намудани падарӣ дар асоси аризаи танҳо падар ба қайди давлатӣ гирифта шуда тамоми маълумотҳои лозима ба сабти таваллуди ӯ ворид карда мешавад ва ба ӯ шаҳодатномаи нав дода мешавад. Дар инҷо муқаррар намудани падарӣ гуфтан мумкин аст ки дар се бо вариант агар мо нигоҳ кунем ҳамихел ба қайд гирифта мешавад. Дар инҷо мо гуфтем ки нисбати кӯдакони ки то як сола бошанд аз тарафи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот, агар ана ҳамин дар шаҳру ноҳияҳо ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мавҷуд бошанд, агар аз тарафи онҳо ба қайди давлатӣ гирифта мешавад дар асоси анамин ваё лозима муқаррар намудани падари ён ки ҳалномаи суд баромадагӣ бошад ё ин ки аризаи танҳо падар каси бо дуюм вариант ҳаст. Кӯдаке ки вақте ки аз як сола боло шудааст, як сола гузаштааст, ин танҳо дар анамин мақомоти сабти аснони ҳолшаҳрин шаҳри ноҳияҳо, яъне дар худи бахшҳои сабти аснони ҳолшаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. Ва дар инҷо гуфтан лозим аст ки ана ҳамин шаҳодатномаҳои муқаррар намудани падарӣ ройгон худ дода мешаванд ва ҳангоме ки агар кӯдак аз як сола гузаштагӣ бошад, танҳо дар инҷо хизматрасонӣ аз тарафи шӯъба дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пардохти андозаи пардохти хизматрасониҳои музнок дар мақомоти сабти асноди ҳолшаҳрвандӣ спорида мешавад. Ва агар кӯдак ба балоғат расида бошад, ин варианти сеюм ки мана аз 18 гузаштааст ё ин ки зиёдтар гузаштааст, дар ҳамин ҳолатҳо вақте ки ӯ ба балоғат расидааст нисбати ӯ низ муқаррар намудани падарӣ гузаронида мешавад ва дар ин ҳангом бояд ки ҳатман амин аризаи худи розигии анамин шахсе ки ба балоғат расидааст, розигии ӯ бояд гирифта шавад. ва ан ҳамин яъне чӣ хеле ки мо гуфтем ки ин аллакай дар кадом ҳолат шахсе ки ба балоғат расидааст, ин дар ҳолате ки масалан аризаи муштараки падару модар бошад, дар инҷо аллакай бо аризаи сеюм аз розигӣ яъне ҳамин шахсе ба балоғат расида гирифта мешавад. Дар бисёр ҳангом бахшҳои сабти асноди ҳолшаҳрвандӣ барои муайян намудани ан ҳамин шахсияте ки нисбаташ муқаррар намудани падарӣ гузаронда мешавад, онҳо метавонанд боз як маълумоти иловагӣ аз ҳамин шӯъбаи корҳои дохила гиранд ки нисбати ҳамин шаҳрванд ягон маводи доғдоркунанда ҳаст ё ин ки нест ки нисбати ӯ муқаррар намудани падарӣ гузаронда шавад. Чунки чӣ хеле ки мо гуфтем, дар инҷо маълумотҳо дигар мешаванд, ҳам насаб дигар мешавад, ҳам номи падарӣ ки дигар мешавад, ҳам ки шаҳодатнома аллакай бо ному насаби падар мераваду насаби падару ё ин ки маълумот дар бори падар пурра карда шудааст, метавонанд боз анҳамин маълумоти иловагиро гиранд ки оё нисбати ӯ ягон маводи доғдоркунанда буд ё ин ки не, доғи судӣ дорад ё ин ки не. ташаккури зиёд апои муслима барои маълумоти бештар ва умед баромебандам ки ин лаҳзо шунавандаҳо ва тамошобинони мо маълумоти бештарро низ пайдо карданд, ман худам пайдо кардам. Ба ҳама саволҳое ки ман ба шумо маълумот дода, шумо ҷавоб гардонидед. Як саволи дигар ба шумо, пас аз гузаштани расмият ба ӯҳдаи падар чӣ вазифаҳо умуман гузошта мешавад ва барои иҷро накардани вазифаҳо чӣ чораҳо андешида шудаанд? чӣ хеле ки мо дар инҷо қайд кардем ки анҳамин дар се ҳолат муқаррар намудани падарӣ ки гузаронда мешавад, новобаста аз он ки дар кадом анҳамин се ҳолат гузаронида шудааст, ба зимаи падар пас аз муқаррар намудани падарӣ тамоми анҳамун ӯҳдадориҳое ки падарон ё ки модарон дар ақди никоҳ қарор дошта доранд, анҳамин ӯҳдадориҳо ба зимаи падар меафтад. Яъне таълими хуби якумаш фарзандаш, таълиму тарбияш, дуюмаш таъминоти иқтисодӣ,
که باید در حقیقت تو 18 سالگی کودک از روی کنوینسیون به خود کودک این کودک است و باید که پدر مادر او رو تو 18 سالگی تربیه خوب دهند، او رو همچون یک انسانی خوب به جمعیت تیار کرده الکه به وی رسانند. اینچنین در همین قانون جمهوری تاسیون در باره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیه فرزند همین رو طلب میکند. بنابر تمام همین عهده‌داری هایی که پدران درخت نیکو قرار داشته دارند همین به ذمه اون پدرانی که نسبت کودکان خود مقرر نمودن پدری گذراندن به ذمه اونها نیز همین چیزو بار میشود. و من یک چیز رو بهروجان میخواهم اضافه کنم که شنوندگان ما باید این چیز رو دانند، هنگامی که مثلا پدر اومده نمیتواند در خارج کشور باشد یا اینکه در حقیقت خودش که اشتراک کرده نتواند هنگامی وارد عریضه، او میتواند ان همین روزیگی خود رو طریق اداره نتریالی ارسال نماید، مثلا از کجای نباشد و همین روزگی خودش رو باید طریق نتریالی امضا کرده شده البته وارد نماید به شبه ها فرستانانش در کار که در اساس انمی ها مقرر نمودن پدری گذرانده میشد. و اینچونین من میخواهم یک چیز رو دیگر اضافه کنم که اگر در محبس پدر قرار داشته باشد و میخواهد که نسبت کودک خودش اگر مقرر نمودن پدری گذراندن خواهد، روزگی او باید از طرفی ان همین سرداری مؤسسه اصلاح حتی مهنتی تصدیق کرده شود، یعنی روزگی و امضای او رو تصدیق میکند و این هم اساس میشود اویدی به قید دولتی گرفتنی مقرر نمودن پدری نسبت فرزندش. رحمتی کلو میگیم به شما، خوش آمدید به پادکست ما. دوستان عزیز، معلومات مفصل رو درباره قویده ها و ترتیب ثبتی اسنادی اولادی شهروندی، حجت های ضروری، روی خط خدمت و ارزشی آنها در وبسایت نوی اداره ثبتی اسنادی اولادی شهروندی وزارت عدلیه پیدا کردن ممکن است. با شما بود بهروز نصر دینف. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.